چنان توی دهنشون زدن که هنوز عقب عقب میرن. 7,000 میلیارد دلار از اینه کردن، ارزش دشمن بودن ندارن. تو ایران اینقدر سرسده را انداختین، شما تمام این خیابون ولی اصل رو برید، یک زن با شرف رو نمیبینین که غیر محجبه باشد. یک زن با شرف. با یاد و نام امام راحل و با سلام خدمت مقام عظما عمامه او پریده و عبای او جریده، بنده ابراهیم هستم، ابراهیم قاآنی. نه آقا دارم میگم ابراهیم هستم، بله بنده عرض میکردم ابراهیم قاآنی هستم. آقا دارم میگم دیگه ابراهیم هستم، چرا شما اسم نه ابراهیم قاآنی داش اسماعیل قاآنی. امروز در همون محل و با همون مهمونای لاشخور ولایی مثل سردار سلامی اومدم اینجا که چند تا نکته سر سخنرانی خوانده هاشمون بگم، که یه وقت برای سربازان ولایت سوء تفاهم نشه و همین که دشمنان نظام از این قضیه برداشت اشتباه نکنن، چون بعد از سخنرانی ایشون مثل اینکه قند تو دل خیلی آب شده و فکر کردن چه خبرایه. خیر، البته خود مقام عظما عمامه او پریده چنان زدن تو دهن ایشون که هنوزه دارن عقب عقب میرن. بله نکته اول که خواستم بگم این حالت تشنج و استرس و نفس نفس زدنی بود که تو کلام خانداش هم اسماعیل قاآنی بود، که خب باید بگم که اصلا از روی ترس و جریانات اقتشاشات و یه خلاصه باتوم و این تو خیاب اینا نبوده. ما کلن خانوادگی متشنجیم، مسترسیم، نفس میزنیم. خود همین خانده آشبنده سوکس که میدید با دعای پدر مادر از تو کما در میومد. بله اینا 100 دفعه من خودم بهش گفتم که تو شرایطی که خود مقام و عظما رو شبا پمپرز میکنن تو هم خب بمون خونه، همون چای نبات تو بخور که فشارت نیفته. ولی خب چه فایده تو گوش خر یاسین خوندنه با متشنج و مسترس و متنفس میاد زر میزنه، بیشتر به دشمنان نظام آرامش میده و سیگنال براندازی میده. این میده. نکته بعدی که میخواستم بگم همین این داستان بال زدن و با دست صحبت کردنه، که خب اینم داستانش خانوادگیه، یه وقت سوء تفاهم نشه. البته خود عبوی بنده یه بار چنان زدن تو دهنه ایشون که هنوزه دارن عقب عقب میرن ایشون خودشون. بله خود بنده هم چند دفعه بهشون گفتم که بابا هر چی که تو این نظام اینجوری موقع حرف زدن جوگیر شد و بال زد و با دست صحبت کرد یا با دست یه بلای سرش آوردن، مثل همین چند وقت پیش که کف خیابون رو دیدیم، یا سر دستش یه بلای آوردن مثل معاوز ما که جسم اون ناقص و اما مه او پریده، یا یه کاری کردن که فقط یه دست ازش مونده مثل حاج قاسم کچکتلت. البته چه فایده گوش خر رو هر چقدر هم کوتاه کنی که اسب میشه، یه چیزای ذاتیه خانوادگیه. نه سوء تفاهم نشه. یه بحث هم سر داستان با شرف و بی شرف و خیابون ولیعصر و اینا گفت که کلن این بحث بیشرفی یه بحث خانوادگیه، که سر این شک نکن چنانی تو دهنش بزنن که تا اون داره عقب عقب بره. ببین چه من گفتم
در پایان میخواستم بگم که این جانب ابراهیم قاآنی، آقا نگو اسماعیل دیگه، آقا ابراهیم قاآنی هست، من نمیفهمم شما میگه اسماعیل، فردا ما رو تو خیابون میبینن عقب عقبمون رو با تو مقام عظما عمامه او پریده میکنن. نه خواهشم. خب یه بحث عقب عقب هم هست که اونم خانوادگیه، بس شو حالا بعدم میکنم. و السلام علیکم طیبا لکل عقباتکم.